چه به پا قدم اعتقاد داشته باشید و چه نه، این واقعیت است که عضو جدید خانواده سلطنتی خوش قدم خواهد چرا که هنوز نیامده بر اقتصاد کل بریتانیا تأثیر مثبتی گذاشته است. فروش اجناس یادگاری خانواده سلطنتی در این کشور افزایش چشمگیری داشته، در حالی که بریتانیا در تب و تاب تولد فرزند ویلیام و کیت است. پیش بینی ها نشان می دهند که خرید اجناس مرتبط با نوزاد سلطنتی در ماه های ژوئیه و اوت بیش از 280 میلیون یورو برای اقتصاد بریتانیا درآمد خواهد داشت. از این رقم بیش از 180 میلیون یورو عاید فروشندگان اسباب بازی و عروسک خواهد شد. از طرفی هفته است که لباس های نوزادی که طرح و نقش خانواده سلطنتی را بر خود دارند تبدیل به اجناس پرفروش شدند. این مسئله لبخند را بر لب فروشندگان این اقلام نشانده که بهار کم رونقی را پشت سر گذاشتند. مدیر شرکت جوجو مامان میگوید من مطمئنم که همه افراد فعال در این صنعت سپاسگزار پرنسس کیت هستند که با این کارش باعث شد چشم همه جهان به مارکای بریتانیایی خیره شود. این لباس نوزاد قرمز رنگ که یونیفرم نگهبانان کاخ سلطنتی است و این کهنه بچه قابل شستشو مستقیما توسط کلکسیون سلطنتی بریتانیا برای فروش ارائه شدند. هلن فاکس که باردار است و دو ماه دیگر کودکش به دنیا می آید می گوید ما قطعا برای نوزاد من هدیه ای که نشانه ای از تولد نوزاد سلطنتی را با خود دارد خواهیم خرید. البته بسیاری از مادران فعلا برای نوزادهایی که در راه دارند خرید نمی کنند و منتظرند آن چرا بخرند که کیت و ویلیام برای نوزاد تازه رسیده خواهند خرید. مثل این زن باردار که می گوید در حال جنسی که کیت می خرد حتما جنس خوبی است. کیت بارها نشان داده است که هرچند در انتخاب لباس وسواس دارد چندان به دنبال اجناس گران قیمت نیست. به همین دلیل بسیاری از خانواده های بریتانیایی می توانند امیدوار باشند که فرزند نورسیده ایشان بتواند مثل شاهزاده ها لباس بپوشد.